ماهیت بحث مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان چیست؟ بیان همین رو با زبانی بسیار ساده یک بار میگیم که بحث بین تاجیکستان و قرقیزستان از چی عبارت است؟ اگر اخیر اوریان گپ زنیم همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم همین روز همین سال 211,000 گکتر زمین از حساب حدود جمهوری تاجیکستان در اختیار دولت همسایه جمهوری قرقیزستان قرار دارد. 211,000 گکتر. وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان 23 سپتامبر همین سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرده همین رقم 211,000 گکتر را در سطح جهانی همچون رقم رسمی نظر تاجیکستان بیان کرد. این 211,000 گکتر زمین در کجاست؟ ببینید در بحث‌های مرزی ما بیشتر بحث واروخ رو میشنویم، بحث خواجه اعلا، بحث اسفره رو میشنویم و گمان میکنیم که همین بحث همون جاست فقط، ولی بحث خیلی وسیع‌تر از اسفره است. ما پیش از اما کلانترین قطعه زمینی که از حساب زمین‌های قانونی تاجیکستان در اختیار قرقیزستان است، این قسم از جماعت خستورز ناحیه بابوجان و فروخ، یعنی سابق خوجند. یعنی اگر شما از زمین ناحیه خوجند قد قد راه روید، اون طرف راه همش قرقیزستان است، در خستورز خستکوز نام دارد. همین اون طرف راه مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش همش تاجیکستان بود. در نمیجا 84,000 گکتر، یعنی نصف جماعت خستورز رفته است به اختیار قرقیزستان. اونا آمده رفتن همین راه موشین، حتی لبلبی آبانبار قیرقو میرود یک بخشش، یکی یعنی همین از همین راه این طرف قرقیزستان همونجا پست مانده است و این حساب کرده از زمین های قرقیزستان. این یک پوره کلان در اوج از قصده کن. دوم پوره کلان که قریب در بارش گب زده نمیشد، ما 56,000 گکتر در ناحیه کوهستانی مسچو داریم که در اختیار قرقیزستان است. در ناحیه کوهستانی مسچو چرا این منطقه خاموش است؟ چون که همین منطقه اندرات که از ناحیه کوهستان است یک جنگلزار و کوهسار است. بنابراین 56,000 گکتر از حساب زمینهای ناحیه مسجد کوهی است. این دو. الان که سوم 61,000 گکتر از حساب شهر اسفره. وقتی میگیم از حساب زمینهای شهر اسفره، نه به معنای از حساب زمینهای خود شهر اسفره، به معنای تمام همون منطقه ناحیه اسفره. در اونجا 61,000 گکتر است از حساب جماعت واروخ، چارکو، سور، سه جماعت اساسی. و جمعاً باز یک 10,000 گکتر دیگر در لوی جبارسول و سپیتامین بزر بخشو در کانی بودم بخشوی خود خوردی بحثناک است. جمع یعنی همین بشود 211,000 گکتر. همین 211,000 گکتر میشه 2,110 کیلومتر کوادراتی. این همین حدود شهر دوشنبه 200 کیلومتر کوادراتی است. با کشلاخوش او از ورزاق تا چور یکران و تا حضرت مولانا و همه همش. پس همین حدودی که قرقیزستان در دستش دارد بیش از 10 برابر حدود شهر دوشنبه است. 10 برابر حدود شهر دوشنبه با همون ناحیه های اضافه شده اطراف، او تقریبا از نیمی وحدت تا نیمی حصار میشه یک دوشنبه حاضره. یا اینکه در مثال کشورهای خارجی گیریم، مثلا قریب برابر حدود کشور لوکسمبورگ در اروپا، یعنی کشوری از بحرین 600,000، یعنی دو برابر حدود بحرین، دو برابر حدود سنگاپور،
یعنی خدر گپ در بوره یک سرزمینی بسیار کلان می رود. این خیلی نیست که گپ در بوره همه چاروهای وروخ باشد و یا در بوره جماعت وروخ یا دههی مثلا خواجه اعلا باشد و ما فکریم که همون قدر بحث است. بحث و قدر نیست. یعنی بحث در بوره این قدر حدودی کلان می رود. حتی اگر حدود شهر خوجند و شهر اسفرا و شهر کانی بودوم یک جا جمع کنیم با نوحیه ها و دهاتش انقدر می شود. بنابراین یعنی یک بحث بسیار کلانی مرزی وجود دارد. و اکنون ماهیت امروزه بحث همین است که تاجیکستان پس از کسب استقلال به طور بسیار طبیعی منطقی حقوقی طلب دارد که همسایه عزیز همین زمین ما را که در دوره شوروی برای استفاده موقتا داده شده بود بازگرداند. تمام این ماهیت بحث. یعنی تاجیکستان از قرقیزستان حتی یگان سانتیمتر زمین طلب ندارد. ما به زمین اینو نه نیاز داریم نه طلب داریم، بلکه ماهیت همین است که همین 210 هزار هکتار رو که از میگیم چقدر به دست شده رفت همین رو اکنون پس گردانید. اون کشور همسایه با هزار سبب ها این رو پس گردوندنی نیست. این همین ماهیت بحث. 602 کیلومتری همین سرحد علامت گذاریش است. اومد سرحد بین قرقیزستان و تاجیکستان از منطقه سوخ تا مرغاب جمعاً 990 کیلومتر است. یعنی قریب 1000 کیلومتر. 987 کیلومتر است. 13 کیلومتر کم 1000 میکنیم. خب یعنی قریب 1000 کیلومتر سرحد داریم با قرقیزستان. از همین 1000 کیلومتر 602 کیلومترش بحث ندارد و سازشنامه پیشکی در این باره امضا شدگی است، یعنی موافقه شدگی است. اما به سبب که 39 درصد دیگرش بحث نکرد جانب قرقیزستان همون 61 درصد هم امضا نمیکنه، ولی در 39 درصد دیگری مرز بحثی این است که است از ماست از شماست ادامه دارد. اکنون به درون همین بحث اگر بیاییم چرا نزاع می شود؟ چون که اینجا منطقه هاییست که مردم ما زندگی می کنند و چند عامل نزاع هست. بینید یکم عامل از همه کلان نزاع این زمین است. دو نوع زمین، زمینی برای استقامت، زمینی برای کشاورزی. دوم امین چراگاه است. سوم مسئله راه، هم راه به وروخ هم همه جا مسئله راه. چهارم مسئله برق، سیم برق. پنجم مسئله آب، بسیار مهم است. تقسیم دریا اسفرا، تقسیم آب در همه منطقه ها، ولی مشخصا یک اون چه بسیار میره. ششم مسئله گذرگاه، من این روی ماشین یعنی گذرگاه حتی عادی انسانی. مثلا در این دهه خوجه اعلا خانه های خیلی نزدیک نزدیک بین همان که حتی از این خانه همسایه خواهی خانه او همسایه روی از حدود قرقیزستان میگذری، برای همین نمیموند. اینا برای رفته او با بولوی قشلوغ با همین خانه همسایه میبیایی. خلاصه روی گذرگاه، روی ماشین دیگر است با روی گذرگاه درونی. و یک چیزی که بینید چقدر دردناک است، مسئله قبرستان. ما سه مورد داریم که قبرستان های اجدادی مردم ما اکنون شدن حدود قرقیزستان. از اونها در این خسته ورز دو مورد هست. مثلا قبرستان از راه اون طرف بودند در طول 100 سال، چند صد سال همه گذشتگان این مردم اونجا خاک شدن. اکنون مردم مرز کشیده است میگه این قرقیزستان است. دیگه اگر خواهد حتی سر قبر پدرش رفته یک دعا کند باید ویزا گیره قرقیزستان را، یا عموما ممکن است که رود. حالا که به چشم دیده میشه که این قبر پدر اینه 100 متر اون طرف، ولی رفته نمیشه.
این اینجا فوجه این خیلی انسانی هم هست بود. این خیلی مسئله ها باعث میشه که وقتی انسان ها با این مسئله رو برو میشن او نو بسته از سیاست دولت، نو بسته از مسئله سیاسی، او مثلا میخواد سر قبر پدرش رود دو قرقز او رو میزند بسن. این میشه نیزار، آغاز. یا که او فرزندش میخواد به همه راه نزدیک مکتب رود، رفته به او بولوی قشلاق نره، همه خیلی گذره. این گذره میگن که از محله قرقز رو گذشته شما سرحد ویرون کردی میزند. یا که مثلا میخواد پولیزش آب تیر، آبی که هزار سال هفت پشتش از همه آب داده است، میگه این آب قرقزستان است، میبنده، میشه نزاع. یعنی نزاعها در محیط واقعی زندگی مردم جریان دارند. ماهیت اولش سیاسی نیست، لیکن وقتی که این جانب قرقزستان این مسئله رو چنین کرده است، هر یک نزاع اکنون میشد بحث بین دولتی. جانب قرقزستان به جایی که در همین مسئله یک سازیش و یک تفاهم کند، یک دو قدم جدی مونده است که ما مثلا همچه تحلیلگران میگیم که همین نشان میدهد که این زمین ها رو دادنی نیست. سه مثال میارن که چه خیلی میفهمیم دادنی نیست. اول اینکه همین زمین ها اکثرشون بدن جزئی ولایتی اوشی جمهوری قرقزستان. سال 1999 دولت قرقزستان یک ولایت نو تاسیس داد با نام ولایت بودکند. ولایت بودکند نبود. انا اعظمی حساب زمین های عزیزو به تاجیکستان گرفتن اکثرا شد ولایت بودکند. یعنی ولایت بودکند بیشتر همی زمین ها رو فراموش کرد. دوم یک قانون بسیار مخصوص قبول کردن همی سال 21، یعنی دو سال پیش، یک سال پیش در باره مقام مخصوص ولایت بودکند، یعنی در همی قانون داشته است که هر شهروندی که رفته در ولایت بودکند زندگی کند، تجارت کند، خونه کند، از همه اندازها آزاد. در این بند 14 همین قانون داشته است که دولت باید تمام شرایط را به وجود بیارد که مردم رفته در بودکن زندگی کنند. پسیوکه ها، قشلاق ها، دهه های اهالی نشین نوی قرقیزی اونجا به وجود بیاید. و اگر یک کارمند، یک معلم رفته در بودکن معلم شود، معاشش دو برابر. یک دختر رفته در اونجا کار کنه، معاشش دو برابر. یک سربازی که در ولایت بودکن خدمت میکنه، معاشش دو برابر، یک افسر. پس همین معنوش که این اینجا دادنی نیست، بلکه قوی کرده استوده است. چرا این مسئله مهم است برای قرقیزو؟ چون که همین جغرافیای جابجایی مردم خودش میگوید که این منطقه تاجیکان است. چرا؟ چون که در همین سه جماعتی که در سرحد بودکن داریم، جماعت واروخ، چارکو و سرخ، بیش از 100,000 نفر تاجیک زندگی میکنند. 104,000 تقریبا. اما در همین میان همگی 6,000 نفر قرقیز است. پس همین 6 کجا و 105,000 کجا؟ الان همین نشون میده که اهالی اینجا کی هست. و این 6,000 قرقیز هم در همین 30-40 سال اخیر آورده شیانده. باز ما وقت شما میگیم مثلا سال 75، سال 70 شما یک جماعتی همونجا کاغذاشا برداری، حتی یک شهروندی قرقیز، یک شهروندی قرقیز تبور نیست در حجتاش، همش از سال 70 80 بعد پیدا شده. بنابراین اهالی تهجایی اونجا که 90% زیاد رو تشکیل میکرد در اون وادی تاجیکان هستند. بنابراین قرقیزستان میگه که برای تشکیل کردن دیه های قرقیزی اینا مواد ساختمان، اینا امتیاز، اینا از اندوز و زود، اینا راه، غوید اونجا، معاش دو برابر،
بهترین مکتب، بهترین خونه همونجا میسوزن، حتی زندانیان رو، یعنی که اگر رفته در بودکن زندگی کنی آزاد، یعنی به یک طریق همینجا رو اهالی نشین و قرقیز نشین کرده. و از همه مسئله سنگین که من این تقریبا دو ماه یا یه ماه پیش 22 اکتبر سال 2022 قانون نوی جمهوری قرقیزستان قبول شد که مسلح کردن اهالی ولایت بدکند رو اجازه داد، یعنی عملا به اینا سلاح داد که مثلا شما همینجا همچون ولی ما قرارداد میکنیم که مثلا باید دو طرف قوه های حربیشه ای سرحد چند کیلومتر دور نگاه داره و قوه حربیشه که بیرون بره همه اهالی قشلاق خودش به یک ارمیه تشکیل تبدیل داده است. قانونش روز اجازت میتونه، قانونی که از 22 اکتبر 22 قبول شد دقیقا اجازت میده که اهالی نزد سرحدی ولایت بدکند با سلاح آتش فشان یعنی افتمات پلمیوت میتونه تأمین کرده شوند. من قانون یک دولت دموکراتی فرض همین سه چیزی که گفته یکی تاسیس ولایت که از این امتیاز و سوی من این مسلح گردانی اهالی اینا نشون میدهد که یعنی همسایه عزیز این زمین ها را به آسانی دادنی نیست. طبیعی است که تاجیکستان هم همچون کشوری صاحب این زمین ها طلبش رو ادامه میدهند. از این دو جامعه ما باید بسیار متحد آماده و در اطراف موقع دولت استوار باشد.